آنها با آن به کسی جز با خواست خدا ضرر نمی زدند و چیزهایی را یاد می گرفتند که به آنها ضرر می زد و نفعی به آنها نمی رساند و می دانستند کسی که خریدار آن باشد در آخرت بهره‌ای ندارد. خود را به بد چیزی فروختند، کاش حقیقت را می دانستند. اگر آنها ایمان می آوردند و پرهیزکار می شدند، می دانستند پاداشی که پیش خداست از هر چیزی بهتر است. ای افراد با ایمان، نگویید رعنا، بلکه بگویید به ما نگاه کن و این دستور را بشنوید و به کار ببندید. کسانی که این کار را نکنند عذاب پردردی دارند. کفار اهل کتاب و مشرکین دوست ندارند که خیری از خداوندتان به شما برسد، در صورتی که خدا هر کسی را که بخواهد به رحمت خودش اختصاص می‌دهد. خدا صاحب فضل بزرگ است. هر آیه‌ای را که نسخ کنیم یا از خاطرها ببریم، بهتر از آن یا مانند آن را می آوریم. آیا نمی دانی که خدا به هر کاری قادر است؟ آیا نمی دانی که فرمان روایی آسمان ها و زمین متعلق به خداست و غیر از خدا یار و یاوری ندارید؟ آیا می خواهید از رسولتان چیزی بخواهید همانطور که قبلا از موسی خواسته شد؟ هر کس ایمان را با کفر عوض کند، راه راست را گم کرده است. عده زیادی از اهل کتاب پس از اینکه حقیقت برای آنها معلوم شد، به خاطر حسادتی که در دلشان است، دوست دارند که شما را بعد از اینکه ایمان آوردید به کفر برگردانند. پس آنها را عفو کنید و آنها را ببخشید تا خدا دستورش را صادر کند، چون خدا قادر به هر کاری است. و نماز را به پا دارید و زکات بدهید و هر کار خیری که برای خود می کنید آن را نزد خدا می یابید، چون خدا کارهایی را که می کنید می بیند. گفتند فقط یهودیان و عیسویان وارد بهشت می شوند. این آرزوی آنهاست. بگو اگر راست می گویید دلیلتان را بیاورید. آری، هر کس خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد، پاداشش پیش خداوندش محفوظ است، نه ترسی دارد نه قصه‌ای. یهودیان گفتند عیسویان راهشان درست نیست، و عیسویان گفتند یهودیان راهشان درست نیست. در صورتی که آنها کتاب دینی خود را می‌خوانند، تمام افراد نادان هم عین حرف آنان را می‌زنند. خدا روز قیامت بین آنها درباره چیزی که در آن اختلاف نظر داشتند حکم می‌کند. چه کسی ظالم تر از کسی است که از ذکر نام خدا در مساجد جلوگیری و سعی در خرابی آن می‌کند؟ چنین افرادی حق ندارند وارد مساجد شوند مگر با ترس. آنها
در دنیا خار خواهند شد و در آخرت عذاب بزرگی دارند. مشرق و مغرب مال خداست، پس به هر طرف که رو کنید خدا همان طرف است. خدا وسعت دهنده داناست. گفتند خدا فرزندی دارد، او از این کار بر کنار است. هرچه در آسمان ها و زمین است مال اوست، همه مطیع او هستند. پدید آورنده آسمان ها و زمین است. وقتی تصمیم به کاری بگیرد فقط میگوید این طور بشو، همانطور می شود. افراد نادان میگویند چرا خدا با ما صحبت نمی کند یا آیه‌ای برای ما نمی آید؟ کسانی هم که قبل از آنها بودند عین همین حرف را می زدند. نظرشان شبیه هم است. ما آیات را برای افرادی که یقین دارند بیان کرده ایم. ما تو را به حق برای مژده دادن و ترساندن فرستادیم. در باره اهل جهنم از تو بازخواست نمی شود. تا از آیین یهودی ها و عیسوی ها پیروی نکنی هرگز از تو راضی نمی شوند. بگو هدایت واقعی هدایت خداست. اگر بعد از اینکه علم بر تو حاصل شد از دلخواه آنها پیروی کنی، در مقابل خدا هیچ یار و یاوری نخواهی داشت. کسانی که با آنها کتاب دادیم و آنطور که حق خواندن آن است آن را می‌خوانند، به درستی قرآن ایمان دارند. کسانی که منکر آن شوند زیانکارند. ای بنی اسرائیل، نعمتی را که به شما دادم و شما را بر جهانیان برتری دادم به یاد داشته باشید و از روزی بترسید که کسی ذره‌ای جزای کسی را نمی‌دهد و از کسی تاوانی پذیرفته نمی‌شود و شفاعتی برای کسی فایده‌ای ندارد و یاری هم نمی‌شوند. و وقتی خداوند ابراهیم را با کلماتی امتحان کرد و او تمام آنها را به جا آورد، خداوند گفت من تو را امام مردم می سازم. ابراهیم گفت آیا از نسل من هم کسی امام می شود؟ خدا گفت عهد من شامل کسانی که ظلم می کنند نمی شود. و وقتی که خانه کعبه را برای مردم محل اجتماع و امنیت قرار دادیم، گفتیم از محل اقامت ابراهیم نمازگاه بسازید. با ابراهیم و اسماعیل قرار گذاشتیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و کسانی که برای عبادت در آن میمانند و رکوع و سجود کنندگان پاک سازید.